اگه میخوای یه کباب تابعی مرغ نرم و آبدار و خوشمزه درست کنی، چند تا نکته ریز داره که تو این ویدیو بهتون میگیم. مخلوط رون و سینه مرغ رو تو غذا ساز میریزیم، نمک و فلفل سیاه و همراه پیاز و سیر و فلفل دلمه‌ای بهش اضافه میکنیم. حالا یه قالب کره میریزیم و دو تا نون توست هم با شیر نرم میکنیم و شیر اضافه‌اش رو میگیریم و همراه زعفرون غلیظ به موادمون اضافه میکنیم. همین کار باعث میشه یه کباب درجه یک داشته باشیم. برای نیم ساعت هم تو یخچال میذاریم. برای کنارش هم میخوایم برنجمون رو با تریک تهچینی درست کنیم، ولی تو این قابلمه که تهش خراب شده قطعا نمیشه و میچسبه. پس برای بازسازی میدیم نانو تفلون و قابلممون رو با هزینه خیلی کم مثل روز اولش گرانیتی میکنیم. حالا ماست و زعفرون و روغن رو با هم مخلوط میکنیم، یه مقدار از برنجمون رو میریزیم و این میشه یه تریک خوشمزه. ما بقیه برنجم میریزیم و دمش میکنیم. تا برنجمون دم بکشه میریم سراغ درست کردن کبابمون، که باید مایه رو تو تابه پهنش کنیم، ولی بازم تو این تابه خراب نمیشه چون حتما میچسبه و خوب در نمیاد. پس با خیال راحت برای بازسازی میدیم به کارخونه نانو تفلون، چون کاراشون ضمانت داره و بهترین مواد گرانیتی رو با تاییدیه وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو دارن. چند تا تیکه کره رو کبابمون گذاشتیم و یه مقدار روغن ریختیم. دو طرفش رو با حرارت متوسط رو به بالا سرخ میکنیم. یه مقدار زعفرون هم وقتی کبابا رو برگردوندیم روش میزنیم. گوجه و فلفل هم کنارش میچینیم و بعد از 10 دقیقه کبابمون آماده است. برنجمون هم دم کشیده و تو ظرف سروومون برمیگردونیم. اینم از غذای مجلسی و خوشمزه‌مون که خیلی سریع آماده شد. فقط بافت کبابو ببینید چقدر نرم و آب داره. اینم از طریق تهچینیمون که بدون تخم مرغ درستش کردیم و فوق‌العاده شده. از این به بعد کباب تابعی مرغت هم با این روش درست کن و مطمئن باش که عاشقش میشی. راستی کارخونه نانو تفلون هم رو کاراش 15% تخفیف داره که شرایطش رو تو کپشن براتون نوشتیم.